فرض کنید وارد خانه با نمایی بسیار شیک و رویایی بشوید و ببینید داخلش کاملا کهنه و پوسیده و خالی است. نه شخصی آنجاست، نه وسایلی دارد و نه تزئیناتی. همه جا سرد و خالی و کسیف و تارن گرفته مانند فیلم های ترسناک آلفرد هیچکاک. به راستی در آن لحظه هراسانگیز چه احساسی دارید؟ حتما بدنتان یخ میزند. نبزتان کند می شود. نفستان می گیرد. عرق سرد بر پیشانیتان می نشیند و از ترس به حال سکته می افتید و به فرار کردن از آن خانه ترسناک می اندیشید. این دقیقا همان احساسی است که همه انسان ها نسبت به هم پیدا می کنند وقتی وارد قلب یکدیگر می شوند و با وجود لبخند ملی و ظاهری شیک و آراسته و اطراعت کلان زده درونشان را خالی از هر گونه عاطفه و احساس و عشق و محبت اعتماد و بزرگواری و صلح و گذشت و بخشش و آرامش میبینند آن وقت است که کاخ تمام رویاهایشان خراب می شود. بیایید قبل از اینکه دیگران را به قلبمان دعوت کنیم و یا خودمان به قلب دیگران پا بگذاریم ابتدا درون قلب یکدیگر را بفهمیم و ببینیم آیا خودمان می توانیم صحنه های موجود را تحمل کنیم؟ اما چطور می توان حقایق نادیدنی را فهمید؟ لطفا به این دعای توجه کنید. خداوند درون دل مرا بازدید کن و فکرهای من را بیازما. مزمور 139 آیات 23 و 24 هر روحی را قبول مکنید بلکه ابتدا روح افراد را بیازمایید. اول یوحنا فصل چهار آیه یک آزمودن دل و فکر و روح در حضور خدا این تنها طریق دیدن حقایق نادیدنی است اما کسی می تواند روح طرف مقابلش را آزمایش کند که قبلا دل و فکرش با فروتنی به وسیله آتش حضور خدا آزموده شده باشد.